بسیار خوب. درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم که بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشند و هفته خوشی دیگری دست پیش داشته باشند. در هفته‌ای که گذشت تغییرات قابل ملاحظه‌ای در بازار سهام پیش اومد. اجازه فرمایید من اینو به اشتراک بذارم به شما. بله، همونجا مشتری فرمایید در هفته‌ای که گذشت بازار سهام از این ماه اجازه بفرمایید هفترش بکنیم تا بهتر بشه. بله، هفته است پایین رفته بود تا 20412 و همونجور که مشتمل میکنید امروز هستش 20753، بیشتر از 300 پوینت افزایش داشته از دوشنبه گذشته. خب این تغییرات خیلی قابل ملاحظه ایه. همونجور که به خاطر میارید در هفته گذشته علت اساسی که بازار سهام به شدت پایین رفت این بود که لایحه‌ای که برای ملغا کردن اوباماکر در امریکا به کانگرس رفته بود یا مجلس رفته بود از مجلس نگذشت و به این ترتیب بود که چون سخنگوی مجلس مشاهده کرد که رأی قابل لازم رو نداره، به طور کلی اون لایحه رو بیرون کشید و گفت وقتی میاریمش مطرح میکنیم که رأی لازم بوده باشه، وجود داشته باشه. این عدم موفقیت دولت ترامپ باعث شد که تاثیر بذاره تو بازار سهام و سیاست تکلیف اقتصاد معین کرد و به شدت ارزش بازار سهام رفت پایین. ولی خب اتفاق دیگه‌ای که در هفته گذشته اتفاق پیش اومد این بود که یکی این بود که نفت، ذخیره نفت امریکا همونجور که اعلام میشه هفتگی رفته بود پایین و از طرف دیگه گزارش شده بود که کویت گفته که این تقلیلی که میخوام بدن در تولید نفت از طرف اوپک و بعضی از کشورهایی که غیر اوپک هستن مثل روسیه میخوان نیم میلیون بشکه نفتی رو که در روس کمتر تولید میکردن ادامه بدن و خب این باعث شد که قیمت نفت بره بالا، هر بشکه‌ای از 47 دلار الان رسیده به 50 دلار. و همینطور معمولا در امریکا هرچی به تابستان نزدیکتر میشیم مصرف نفت بالاتر میره چون مردم بیشتر بنزین، مصرف بنزین بیشتر میشه، درصد تولید نفت هم ضرورتا باید بالا بره و این باعث میشه که قیمت ها بره بالا طبق همون قانون شناخته شده عرض و تقاضا. همینچنین در هفته امروز بر چون بازار سهام بالا رفته امروز اعلام شده که علت اساسیش اینه که تولید ناخالص ملی امریکا در چهارمین ربع سال گذشته، سه ماه آخر سال، بیشتر از اون این بالا رفته که تصور می شده. فرض بر این بوده که تقریب تخمین زده بودن که 1.9% بالا میره ولی در اصل 2.1% تولید ناخالص ملی امریکا بالا رفته. خب همین باعث شد که خوشبینی بیشتری پیش بیاد نسبت به اقتصاد امریکا و خب امروز ارزش بازار سهام بالا رفته. البته برای یک
دورانی همونجور که بیش از این هم گفتم چند روز پشت سر هم به خاطر همون لایحه‌ای که نتونست بگذره از مجلس تاثیر گذاشته بود و هر روز ارزش بازار سهام میومد پایین. ولی در صورت امروز جنبه مثبت بره و در حال بالا رفتن. ریزه فرمایید یه بار دیگه من این سفر رو با شما به اشتراک بذارم یه مقداری دربارش صحبت بشه. بله، همونجا مشته میکنید این چند روزی که پی در پی در پایین اومدن بود الان تایی بذاریم روی ماه شاید بهتر نشون بده. بله، این اوجش در اینجا بوده که 21,000 بوده ولی به طور کلی پایین میامده تا رسیده به اینجا به 24,000 تا 2400 ببخشید. و البته همونجور که ذکر شد بیشتر مربوط به سیاست بود که تأثیر گذاشته بود و الان هم که به خوبی بالا رفته ارزش بازار سهام بیشتر مربوط به اطلاعات جدیدیه که درباره بازار سهام مثل نفت و تولید ناخالص ملی داده شده و این باعث شده که امروز 57، البته بیشتر از 57 هم بالا رفته بود، الان این مقدار اومده پایین، در حال حاضر 57 پوینت یا دلار بالا رفت. اطلاعات جالبی هم که در اینجا هستش همونجور در آجوی فرمایید این داو جونز و داو جونز 30 شرکت بزرگ امریکاییه که قیمت متوسطشی در نظر میگیرن و این دایره نشون میده که 20 از این شرکت های از 20 از 30 شرکت داو جونز ارزش بالا رفت ارزش سهامش و هیچ کدومشون بدون تغییر نبوده و 10 تا از شرکت ها ارزش سهامشون پایین اومده و این خب ملاک خیلی خوبیه که ما پی بریم چرا 57 دلار بالا رفته. خب اکثریت با شرکت های بودی که ارزش سهامشون بالا رفته. همینطور یک ملاک دیگه که در نظر گرفته میشه در بازار سهام اینه که چقدر خرید و فروش داره میشه. همینجور مشتری فرمایید بیشتر از 93 میلیون یا نزدیک 94 میلیون سهام دست به دست گشته و این به طور اوریج این اتفاق میفته ولی خب امروز 70 بیش از 70 میلیون شیر بالا رفته و و 23 پوینت فلان میلیون پایین رفته. در اصل این یک نشون میده که چجور بازار سهام گرمه و هرچی تعداد این معامله ها کمتر بشه به همون نسبت معمولا قیمت بازار سهام پایین میاد، چون هرچی خریدار و فروشنده کمتر بشه به طور کلی نشون میده که فعالیت زیادی در بازار سهام نیست. البته ایجا فرمایید ما برگردیم به این بله داو جونز مشتری میکنید 57 بار رفته در حال حاضر، نزدک که 500 شرکت بزرگ امریکاییه 7 دلار بالا رفته یا پوینت، ولی مهمتر از همه اون درصد یکی بالا رفته و این پوینت 2% بالا رفته، درصد بالا رفته. S&P بله ببخشید من دو تا اشتباه کردم، S&P 500 5.81 رفته بالا و نزدک 7 پوینت رفته بالا. نزده شرکت های تکنولوژی بیشتر مثل آمازون و مایکروسافت و غیره و برای S&P 500 خب یک مجموعه خیلی وسیع تری از شرکت های امریکایی، حتی شرکت های خارجی هم بعضی هاش توشون هستن و همونجور که قبلا صحبت شد اگه کسی میخواد در بازار سهام سهامی بخره بهتر این که توجه بکنه ببینه شرکتی رو که میخره. بعضی شرکت ها هستن که در هر سه این گروه هستن و بعضی ها در یکیش هستن بعضی ها در دوتاش هستن و معمولا سهام هایی که در یکی از این سه ملاک
ازشون صحبت میشه یا جزوشون هستن، چنان که از اینها خریداری بشه شانس ضرر کردن کسی که سهامی رو خریده کمتر میشه. بله. این البته مسئله دیگه بود که در هفته گذشته به خاطر همین نگذشتن قانون، ملغا نشدن قانون هلت کیر یا بیمه بهداشتی که اوباما کیر گذاشته بود، اوباما اونو در گذرنده بود از مجلس، البته فقط به کمک دموکرات ها و هیچ ریپابلیکنی بهش رأی نداده بود. و این یه ایراد بزرگیه که از دو حزب همیشه اگه یه حزب تنها یک لایحه رو بگذرونه، خب این برای اون لایحه نشون میده که این لایحه مورد پسند تمام مردم نیستش یا اکثریت مردم نیستش، بلکه بخشی که کانگرسه کنترل میکنن دست اوناست. نکته که هستش در هر صورت در حال حاضر، خب ما میدونیم که با اینکه ترامپ رأی آورده و پرزیدنت و انتخاب شده، ولی خب بعضی از نهادهای سیاسی یا و فرهنگی یا رسانه‌ای مثل روزنامه‌ها و مجلات با ترامپ به طور کلی خیلی مخالف هستند و در تمام این دورانی که همین دوران کوتاهی که رئیس جمهور شده سعی میکنن تخریب بکنن رئیس جمهور. ولی یه چیزی هست در امریکا بهش میگن البته گاورمنت، دولت که ما ترجمهش میکنیم، ولی در انگلیسی این گاورمنت فعلا میشه و اون میشه گاورنینگ، اداره کردن کشور. ولی ما در فارسی چنین چیزی رو نداریم که دولت رو که اسم تبدیل به فعلش بکنیم. و این خب یه بازم برمیگرده به اون ادبیات سیاسی که در کشور رواج داره یا وجود داره. در اصل هر دولتی که در امریکا روی سر کاره، صرف نظر اینکه چه برنامه‌ای داشته باشه، باید گاورن بکنه، باید کشور رو بچرخونه، یا اگه بخوایم به فارسی ترجمهش بکنیم. و خب هرچی که بیشتر باش مخالفت باشه، این گردوندن کشور برای اون رئیس جمهور سخت‌تر میشه. و خب در حال حاضر چون سیستم سیاسی امریکا خیلی دو قطبیه و البته همیشه دو قطبی سه قطبی بوده، ولی خب شدت و ضعف داشته، به خاطر این دو قطبی بودن شدیدش باعث میشه که از هر طرف از دموکرات ها یا ریپابلیکن هر کسی انتخاب میشه، اون حزب بازنده شدیدن باش مخالفت بکنه و حزبی هم که برنده شده معمولا چون از نظر فلسفه سیاسی فاصله شون محسن دیگه خیلی زیاد شده، مشکل میتونن اصولا حتی حرف هم گرم بفهمن. به عنوان مثال دموکرات ها اصولا بیشتر اعتقاد دارن که دولت باید کارهای بیشتری انجام بده و خیلی چیزها رو باید کنترل بکنه، ولی دولت بزرگتر میخوان به طور کلی. و به عنوان نمونه این هلت کیری که یا بیمه سلامتی یا تندرستی که بخشید اوباماکر گذاشته بود، از قانون گذرانده بود و به عنوان اوباماکر معروفه یا افوردبل کیر که به صلاح از احتش برمیان مردم، خیلی متکی به دولته و دولت کمک‌های مالی میکنه توش. و همینطور اگر کسی این بیمه نگیره باید جریمه پولی بده. بنابراین هر کسی که شغل داره، و این توجه فرمایید که در باره کسانی که شغل دارنه، اگه شغل نداشته باشید
بنابراین دیگه بحثی در بارتون نیست، صحبت بیمه در کار نیست، صحبت بیمه فقط درباره کسانی که شغل دارن ولی شغلشون اونقدر بهشون حقوق نمیده که بتونن برن بیمه بخرن و به این وسیله دولت بهشون مقدار کمک میکنه. و خب هدف بر اینه که بیمه بیشتر بر این اساسه که کسانی که مریض میشن کمتر از کسانی باشن یا مریض نمیشن. و خب کسانی که مریض نمیشن معمولا جوان هستن و کسانی که زیاد مریض میشن خب کسانی که سنشون بالاست، صرف نظر از این که خب یه دهی هستن که روش زندگیشون طوریه که همیشه مریضن. به عنوان مثال خب کسی که مواد مخدر زیاد استفاده میکنه یا مشروب زیاد میخوره یا ورزش نمیکنه یا غذا زیاد میخوره خب یا شیرینی زیاد میخوره، مرض قند میگیره و الاخر اینا خب بیماریاییه که به خاطر روش بد زندگی بعضیا میگیرن. خب اینشورنس هم بیمهشون هم میگیرن و اگه بیمه هم داشته باشن خب خرجشون زیاده، معمولا خرجی که بیمه میکنه بیشتر از اون پولیه که حرف از این فرد یا شخص به بیمه میگه. از طرف دیگه برعکس این ریپابلیکن ها معتقد به مسئولیت شخصی هستن و معتقدن هر فردی باید مسئولیت کارهای خودش رو به عهده بگیره. برای اگر جوونی هست که هیچ بیماری نداره اگه اینه مجبورش بکنن که بیمه بگیره خب این بخش قابل ملاحظه‌ای از پولش از دست میده بدون اینکه ازش استفاده ای بکنه، به طور کلی در زندگی هم ممکن عقب بیفته. حتی اینه که این بیمه اجباری در البته برنامه اوباماکر یا افوردبل اکت هلت اینشورنس برای این بوده که در نهایت چون موفق نمی شده، همونش که الان هم می‌بینیم که موفق نبوده و چون قیمت این بیمه خیلی داره روز روز بالاتر میره، مجبور می شده که امریکا مثل کانادا یا انگلیس سینگل پیر بشه، یعنی همه دولت کنترل بکنه تمام بیمه سلامتی یا تندرستی رو. و البته این ریپابلیکن هاش با هم مخالفن و معتقدن که بخش خصوصی باید کنترل بکنه و افراد هم مسئول روش زندگی خودشون هستن و مسئول بیماری های خودشون هستن. خب هرچند یه مقداری دولت میتونه کمک بکنه ولی دیگه نمیتونه ضمانت بکنه که تمام مثلا بیماری هایی که دارن حالا چه از ناشی از روش زندگیشون باشه چه چون که جنتیک باشه، یعنی از ارثی بهشون رسیده شده باشه. از این یک از جدالایی که بین این دو طرز فکر وجود داره که دولت همه چیز رو کنترل بکنه یا دولت کنار هرچی ممکنه کوچکتر باشه و مردم مسئولیت زندگی خودشون رو به عهده بگیرن. بعد در اصل صحبت بر این بود که هرچی مشکلات زیاد میشه برای دولت که سر کاره که در حال حاضر ریپابلیکن هستن اون گاورن کردن هم سخت‌تر میشه. البته دولت معمولا دولت‌ها حتی دولت ایران و دولت امریکا یه مقدار روی آتوپایلوت هم یا خودکار دارن میچرخن، بعد اون تغییرات و تغییراتی که میتونه بهبودش بکنه بده بهش یا بدترش بکنه یا اگه تغییرات نشه خرابی بیشتری بار بیاد. در اصل این وضعی که در حال حاضر وجود داره و خیلی قابل توجهه که چطور اداره کردن کشور مشکل میشه وقتی که تجانس سیاسی یه ملت کمتر بشه. هرچی این تجانس سیاسی بیشتر باشه خب اداره کردن کشور یا گاورن کردنش خیلی راحت‌تر میشه. البته ما با این به عنوان ایرانی با این دوگانگی ها و تناقضاتی که از نظر فکری در میان مردم وجود داره همیشه باش به طور کلی خیلی خوب باش آشنا هستیم. به طور برای مثال بین سال 20 تا 32 حتی تا سال 41 و 42 خب ما
چند نیروی سیاسی داشتیم که قبلا البته بودن، همیشه از انقلاب مشروطیت این نیروهای سیاسی بودن. این نیروی سیاسی مذهبی هستش، اسلام سیاسی هستش که اصولا معتقده که اسلام باید حکومت بکنه و قوانین باید شریعت باشه. از طرف دیگه ما یه نیروی سیاسی سکولار داریم، این نیروی سکولار یا غیر مذهبی یا جدا منتقده که باید قوانین مدنی باشه و قوانینی باشه که پایش به روی مجلس و یا نمایندگان مردم باشه که این قوانین بذارن. و خب دوگانگی خیلی قابل ملاحظه وجود داشت بین از سیاسی تو ایران، بین اسلام سیاسی و سکولارها. البته ما میدونیم که در انقلاب مشروطیت سکولارها پیروز شدن و در نهایت رضا شاه هم که سر کار اومد موفق شد دولت رو در اختیار بگیره، اونم یک سکولار بود و در سال 1285 تا 1320 تا وقتی که رضا شاه بود ما رژیم سکولار داشتیم. مشکل در این بود که حتی سکولارام در بین خودشون تقسیماتی شده، بازم یک دست نیستن. البته ما نیروهای سیاسی که مشخصا میشناسیم میتونیم تفکیک بکنیم، یکی جبهه ملی بود، یکی کمونیستا بودن و یکی هم خب سلطنت طلبا بودن. البته در این سالهای 20 بعد اون نیروی مشروط طلب و متکی به قانون اساسی میشه گفت به طور کلی که از صحنه سیاسی ایران ناپدید شد، در حالی که بین سالهای 1285 تا حتی 1310 مردم شعاری که میدادن جهان هم فرای مشروطیت بود. ولی متاسفانه این متکی به قانون اساسی بودن مشروطه بعد از سالهای 20 به هر عنوان که توضیحش خب زیاده از بین رفت. و ما مشاهده میکنیم که این تقسیمی که بین سکولارها بود باعث میشد که بازم یک دست نباشن و در نهایت چون دو نیروی پادشاهی خواه و اسلام سیاسی قوی ترینش بودن، این نیروهای سکولاری که بر جبهه ملی بود یا کمونیستا بودن وقتی وزنشون رو به یک طرف اینا مینداختن، به یک طرف میرفتن به از اون طرف میمادن یا به منظور به طرف اسلام سیاسی میرفتن یا به طرف رژیم پادشاهی میرفتن، این باعث میشد که اونا پیروز باشن. معمولاً البته این تحلیلی که من میکنم با استاندارد تحلیلی که خیلی روند به اصطلاح داستانبارش یا نراتیوش غالب شده که خارجی ها تعیین میکنن خیلی متفاوته و شاید به احتمال زیاد خیلی هم قبول نمی کنم و کاری هم نداریمش، بحث نیست. ولی در اصل من نکته که مورد علاقه هم بود که میخواستم مطرح بکنم اون تناقضیه که بین افکار سیاسی یک ملت وجود داره و هرچی این تناقض سیاسی یا دوگانگی یا سگانگی بیشتر بشه در اون یک ملت، اون مشکلات سیاسیشون بیشتر بشه. هرچی مشکلات سیاسی بیشتر بشه مشکلات اقتصادی و فرهنگی هم پشت سرش اضافه میشه. بنابراین این وضعی نیست که البته در یه حالت در کشوری به حالت انفجار میرسه، ولی خب در بکرد نمیرسه به حالت انفجار. در امریکا در هر صورت چنین حالتی وجود نداره، این اختلاف وجود داره، ولی خب هر 4 سال یا 8 سال یه بار این دولت یا رژیم تغییر میکنه. از اون نظر من میگم رژیم، چون که واقعا تفاوتشون خیلی زیاده اختلافشون. البته ما بسکی به طرز فکر خودمون به طرف چسبیدیم، خودمون یه در یک طرف ما نیروهای سیاسی میبینیم و در امریکا هم مشکل وجود داره ولی به حد انفجار نمیرسه، تا حالا نرسیده. ولی خب در ایران متاسفانه به حالت انفجار رسید در سال 57 و بعد از بیش از 70 سال نیروهای سکولار شکست خوردن و اسلام سیاسی در ایران حاکم شده و
در این نزدیک 40 سالی هم که اندک کمتر از 40 سالی که البته مثل برق گذشت این زمان که اسلام سیاسی حاکم بر ایران. و خب این بد نیستش که اگه ما بتونیم از این دیدگاه بهش نگاه بکنیم به مشکل به اصطلاح تقسیم بندی نیروی سیاسی ایران که ما با چه انتخابایی رو رو دستیم. خب مسلمان سکولار هستیم، به هر هیچ عنوان باید طرف مذهبی یا اسلام سیاسی نریم. خب اون چون مسلمه اسلام سیاسی به هیچ و به طرف سکولارا نمیره مگر اینکه احساس کنه خطر بیشتری تهدیدش میکنه. و همونجور قبلا هم صحبت شد، من فکر میکنم که تحلیل من این بود که در جریان دولت مصدق و اواخرش اسلام سیاسی احساس خطر شدیدی کرد که ممکنه سکولارها بیشتر بهش ضربه بزنن، به ویژه به خاطر به اصطلاح افزایش قدرت حزب توده و رفتن طرف سکولارهای پادشاهی خواه. البته بگذاریم، اون بحث جداگانه بود که هفته پیش شد در برش. این در هفته گذشته البته اتفاقات دیگه ای هم افتاده. بله، شغل تولید شده در ارقام همونجوری که قبلا صحبت شده بود، هر 3 ماهه شغل تولید شده در امریکا و اگه شما در استیت مشخصی زندگی میکنید در همون استیتی هم که هستین اعلام میشه شغل تولید شده. این یکی از اون ملاک های مهمیه که هم دولت مرکزی فدرال یا دولت های مکانی یا استانی یا ایالتی مثل کالیفرنیا یه تعقیبش میکنن، چون این اصولا تمام اساس زندگی اقتصادی کشوره. هرچی شغل کمتر تولید بشه نشون میده که مردم فقیرتر شدن، هرچی شغل بیشتر تولید بشه یا نشون میده مردم مرفه‌ترن و بهتر زندگی میکنن. از این نظر که در کالیفرنیا اعلام شد که شغلی که در فوریه یا 7 ماه گذشته تولید شده چقدر بوده و در ماه گذشته 22900 شغل جدید تولید شده. منظور اینه که به اصطلاح اگه هر کسی شغلایی که از بین رفتن و شغلایی که تولید شدن رو اصلا کم میکنن اینقدر مثبته. 22900 در خب رقم قابل ملاحظه ایه و اصولا کالیفرنیا تو اینجور که من میبینم در این جدول فقط در سال گذشته بوده که بعض وقتا در 2 ماه شغل کمتر تولید کرده و بیشتر معمولا شغل بیشتری تولید کرده و در حال حاضر درصد بیکاری در کالیفرنیا 5% و این درصد بیکاری هم که صحبت میشه در بارش به این معنیه که کسانی که پول بیکاری میگیرن، یعنی اگه شما شغلی داشته باشین و شغلتون از دست بدین برای مدتی معینی بهتون دولت از صندوق به اصطلاح بیکاری پول بهتون میده. البته این پولی هم هستش که از شرکت‌هایی که شغل رو تولید میکنن میگیرن. یعنی هر کسی که شرکتی داره، حالا میخواد 5 نفر توش باشه یا 100 نفر یا 1000 نفر، یک درصدی از به اصطلاح تمام حقوقی که میده به عنوان کسانی که بیکار هستن باید پرداخت بکنه و اینا میره تو اون صندوق میمونه. وقتی اشخاص که بیکار میشن میتونن از اون پول استفاده کنن. برای این درصد بیکاری که در اینجا اعلام میشه درصد کسانی که دارن پول بیکاریشون میگیرن، از شغلشون از دست دادن، چون شغلشون از دست دادن پولی از دولت میگیرن برای دوران معینی. البته این میتونه این دوران معین برف از 1 سال یا 6 ماه میتونه افزایش پیدا کنه وقتی به ویژه وقتی که اقتصاد خوب نیست مثل سالهای 2010 یا 2009 یا 2011 دولت فدرال شروع میکرد اینا رو گسترش دادن. اگه 1 سال بود میکرد 2 سال، اگه 2 سال بود میکرد 3 سال حقوق بیکاری رو پرداخت میکرد. البته بازم این پول پرداختی هم که میکرد حقوق بیکاری رو دولت فدرال برمیگشت از شرکت هایی که هنوز در حال کار بودن
ازشون میگرفتیم پول رو، و البته ساپلیمنتری بهش میگن، یه چیز اضافی یا یکی پولی ازشون میگرفتن. و البته اون تغییر میکنه بستگی این رو چقدر بیکاری زیاد شده باشه از شرکت هایی که کارمند دارن. در اصلا جریان مثبت تولید کار هنوز در امریکا ادامه داره و امیدواریم که بیشتر از این هم ادامه پیدا کنه و بیکاری حتی از 5% دیگه یک رقم ایدالیه از نظر بیکاری برای یک کشور. معمولا خب بیشتر وحشت دارن از بالای 5%، دولت نگران میشه، ولی وقتی 5% دیگه اگه بره زیر 5% معمولا بعد میگن کمبود نیروی انسانی وجود داره. در سال این بحثی که به این شکل ادامه پیدا میکنه. همینطور در هفته گذشته البته ما در مورد چین کمونیست و سرمایه گذاری هایی که در امریکا میکنه زیاد صحبت شده و الان در این برنامه من سعی میکنم تعقیب بکنم این سرمایه گذاری ها رو. همینجور که آشنا هستیم به شرکت اتوبوس‌های برقی هست به عنوان تسلا، این شرکت برقی تسلا که ایلان ماس سهامدار اصلیشه ایلان ماس البته یک شرکت فضایی هم داره که ماهواره رو به آسمون میفرسته، به مدار زمین میفرسته، ولی اون فرست استیج یا اون مرحله اول پرتاب سفینه که اون جسته بزرگی داره اونو سالم برمیگرد روی زمین و تعمیرش میکنه و به خاطر همین هم قیمتاش خیلی اومده پایین برای پرتاب سفینه. و کسانی که ما سفینه های به صورت تلفن یا تلویزیون یا مخابرات بفرستن سعی میکنن از ایلان ماس استفاده بکنن. در اصل ایشون شرکت تسلا رو که اتومبیل‌های برقی میسازه که با باتریش کار میکنن قبلا هم بیشتر باهاش صحبت شد اینجا، خیلی شخصیت استثنائیه و یک صنعتگر بیمانند که نیست، ولی خب یکی از بهترین صنعتگرانی که امریکا داره و همجور برنامه داره که انسان هم به کره مریخ ببره. یه شرکت چینی در حال حاضر 5% از سهام تسلا رو خریده و پولی هم که پرداخت کرده 1.8 بیلیون دلاره و این 1.8 بیلیون دلار البته سهام گرفته ازشون. و معمولا وقتی یه شرکتی میاد چه این پولی رو میذاره در یه شرکت جدید، چون تسلا فقط اتومسازی جدیدیه و هنوزم سودآور نیست شرکتش، این یک اعتباری به اون شرکت میده و باعث می سهامش بره بالا. البته این سرمایه‌گذاری چینی ها در شرکت های امریکایی و در خود امریکا در چه بخواد در املاکش باشه، آسمون خراشاش باشه و غیره خیلی شدیده و کم به ندرت اتفاق می افته از نظر مالی که چینی ها توش دست نداشته باشن. البته این یکی از علتهایی که من روش تاکید میکنم به خاطر اینه که اون طرز تلقی و طرز فکر چینی های امروز با چینی های مثلا زمان ماوتستونگ که زمین تاسون با هم فرق میکنه. به این منظوری در اون موقع همش شعارهای امریکا ببر کاغذی نمیدادن و برای نابودیش تلاش میکردن یا اعلام میکردن، ولی خب در حال حاضر چین کمونیست سابق به شدت با کشورهای سرمایه‌داری از نظر اونا و دموکراسی از نظر من و پیشرفته از نظر تکنولوژی به شدت همکاری میکنه و کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه و دعوت میکنه ازشون بیان در چین و کارخونه باز بکنن، سرمایه گذاری کنن، سودشون رو بردارن برن.
در صورت این تفاوتی که بین رژیم ماوتسونگ اون زمان و رژیمی که بعد از اون تنگ شیاپینگ آغازش کرد و ادامه پیدا کرد از سالهای 80، تأکید من به این اتفاق اقتصادی از این نظره که تفاوت قابل ملاحظه‌ایه که با ذهنیت برگزیدگان سیاسی ایران وجود داره، حالا چه بخواد کمونیست باشه، چه بخواد جبهه ملی باشه، یا حتی رژیم پادشاهی باشه، طرفدار رژیم پادشاهی باشه، که انچنان برخورد منفی با دنیای دموکراسی و دنیای آزاد و که در اصل پیشرفت این صنایع رو داره، همون هر چقدر آزادی در کشور بیشتر باشه، شکوفایی از هر جهت بیشتره و یکی از اوناش صنایع است و آسایش بهتر مردمه و این تفاوتیه که وجود داره در ذهنیت سیاسی ایرانیا با ایرانیا هنوز من میشه به جرأت گفت که در ذهنیت سیاسی زمان مارکسونگ هستن، حتی اگه کمونیست هم نباشن و خب این هنوز بهشون صدمه میزنه. البته این برگزیدگان سیاسی که خب ما میشناسیم بهشون خیلی هم صحبت میکنن، هنوزم مسئول و مسئول مشکلاتشون هم غرب میدونن و اونا رو متهم میکنن که زندگی ایرانی ها رو خراب کردن، در صورتی که از من بپرسین این برگزیدگان سیاسی ایرانی هستن که زندگی مردم ایران خراب کردن، کسی دیگه خراب نکرد و تا وقتی که این نراتیو یا طرز تلقی یا طرز فکر در میان ایرانیان باشه این بحث همینجور خواهد بود. همینطور خب ما میدونیم که در زمان محمد رضا شاه موفقیت های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به دست آورد و این موفقیت های قابل ملاحظه اقتصادی هم که به دست آورد بود بیشترش مدیون همکاری یا همش میشه گفت همکاری و دوستی با غرب بود، البته یکی از اون جنبه‌های منفیش از نظر مخالفاش بود که خب میگفتن این نوکر امریکاست یا نوکر غرب و در صورت این طرز فکری بود که در اون موقع وجود داشت و هنوز هم وجود داره و ما مشاهده میکنیم که چطور دنیا تغییر میکنه، چطور کشورهای دیگه موضعشون عوض میکنن مثل چین یا روسیه، ولی خب ما ایرانی ها هنوز هم حرف مرد یکیه و همون طرز فکر سالهای 60 و 70 ضد استعماری و ضد غربی رو داریم. البته در هفته گذشته چند هفته پیش صحبت بودش درباره اینکه مجله لس آنجلس تایمز چقدر دل خونینی داره برای مسلمان ها و درباره یه مقاله نوشته بود درباره اسپانیش هایی که مسلمان شدن و چقدر با دفعش ده نفر بودن توی مسجد جمع شده بودن و یه مقاله چولانی در صفحه اولش چاپ کرده بودن. البته خب منصفانه نیست که بین زن و مرد اختلاف قائل بشن و چون در اسلام زن و مرد جدا هن اصولا، لس‌آنجلس تایمز یه مقاله دیگه در صفحه اولش چاپ کرده مارچ 27 از مسلمونای زن اسپانیش که اینا چه شرایطی دارن و چجوری به اصطلاح دینشون تغییر دادن و با چه مشکلات روبرو هستن، بعد چون حجاب میپوشن و دینشون هم اسلامه اسپانیشای دیگه بهشون میگن شما عربید، البته میگن ما عرب نیستیم ما اسپانیشیم، ولی خب معمولا خب کسی که دینش میکنه یه دین دیگه اسمش عوض میکنه، طرز لباس پوشیدنش عوض میکنه تا اون ویژگی های ملیش از دست میده، خب اگه میره یه کشور دیگه ای رو اختیار میکنه اگه بهش بگن تو تابع اون کشور هستی در این مورد عرب بودن خب چیز عجیبی نیست. در اصل این لس آنجلس تربیت اسلامی شدیدی داره و خیلی در کمتر روزیه که در مقاله خیلی طولانی ننویسه در مورد این موضوع.
البته در هفته گذشته اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که ونزوئلا، کشوری که زیر حکومت کمونیستیه که با شوراز شروع شد و هنوز جانشینش ادامه داره، مشکلات عجیبی که مردمش دارن، غذا ندارن، نمیتونن بخرن، تهیه کنن، پولشون روز روز بیارزش میشه. هفته پیش هم دیگه که من صحبت کردم پاسپورت کم بود دارن، 3 میلیون نفر هستن که پاسپورت میخوان از ونزوئلا فرار کنن، اینا گاو دولت پول نداره بیشتر از 30,000 برفرض پاسپورت منتشر صادر بکنه. و همینطور در هفته گذشته البته یک ارگانیزیشنی هست به نام امریکا، به کشوری امریکایی ارگانیزیشنی دارن و انتقاد کردن ونزوئلا و گفتن اخراجت میکنیم به خاطر اینکه انتخابات آزاد در اونجا وجود نداره و مخالفان سیاسی به زندان انداختید. البته ونزوئلا هم رهبرش خیلی ناراحت شدن، وزیر امور خارجه شروع کرده حمله کردن به این سازمان کشورهای امریکایی که چه این حرفا رو میزنید و غیره. برای این ریژنال ارگانیزیشن که مال امریکایی هست، پس داستان ونزوئلا ادامه داره و ما میدونیم که چقدر این رژیم برای مردمش مشکلات ایجاد کرده. از طرف دیگه من یک نوشتار دیگه مطالعه میکردم، اگر پرو تصور میکنم و درست باشه، سیل شدیدی اومده و خیلی 100 نفر رو کشته و چیزی مثل 750,000 75,000 مسکن از بین برده و بیشتر از این. البته ونزوئلا هم اعلام کرده که ما، فرانسه و امریکا اعلام کرده ما کمک خواهیم کرد به مردم سیل زده و البته ونزوئلا هم اعلام کرده میخواد بهشون کمک کنه. ونزوئلا که مردم خودشو نمیتونه حضور رو زمینشون بد میکنه، میخواد به مردم چیز کمک کنه، مردم پرو کمک کنه. در صورت هفته پیشم بازم یک نکته جالب، مثلا نوشتار جای قابل توجه رو من مطالعه کردم خوندم و من فکر کنم بد نیست با شما در میون بذارم. از این نظر که خب برفرض موقعیت زنا در امریکا، برای اینکه ما بدونیم چقدر بهبود پیدا کرده یا تثبیت شده، در لس آنجلس تایمز مقاله‌ای هستش که میگه 7 تا از شهرهای شهرستان لس آنجلس رئیسای پلیسش خانم هستن. البته عکسشون هم اینجا انداخته. این موقعیت مثبت که خانم ها در امریکا به اختیار گرفتن و خب خیلی چیز مهمیه و رئیس پلیس بودن. البته یه توضیح مختصری من بدم که خب در امریکا هر شهری اداره پلیسش مستقله، اداره پلیس خودشه داره. البته ما که عادت داشته بودیم به شهربانی ایران که شهربانی کل کشور، شهربانی استانی نبوده، این کاملا با اون فرق میکنه و اینجور مرکزی نیستش. و این هر شهری اداره پلیس خودشه داره و اگه اداره پلیس خودش نداشته باشه، شریف دیپارتمانش داره مال کانتیه. البته این 7 شهری که اداره پلیسای خودشونی دارن، رؤسای پلیسشون خانم هستن و این خب خیلی کوبنده است که ما می‌بینیم که خانم‌ها در امریکا خب چقدر موفقیت‌های به دست میارن، به دست آوردن. و متاسفانه در ایران شغلای خانم‌ها رو هم ازشون می‌گیرن و سعی می‌کنن که دولت سعی میکنه نذاره که زنها بتونن از نظر مالی خودشونی تامین بکنن. حالا صرف نظر از اینکه موقعیت های اجتماعی خوبی مثل خانمایی که در اینجا رئیس پلیس شدن به دست بیارن. البته این شهرهایی هم که رئیس پلیسشون، خب سانتا مونیکا شهر خیلی لیبرالیه، چیز عجیبی نیست که رئیس پلیسش یه خانم باشه. و همینطور شهرهای دیگه که رئیس پلیسشون
هرموزاویچ، کلرمونت، گلندورا، بیورلی هیلز، وریر، الهمرا ببخشید، منهتن بیچ. البته بیشتر اینا شهرهای ساخته و شهرهای خیلی لیبرالی هستن. فرصت موفقیت خواهد ملازیه بس خانم هاست، من فکر کردم فکر کردنش در اینجا ضروریه. عزیز فرمایید برگردیم به بازار سهام و ببینیم که چه اتفاقی در بازار سهام در حاضر میفته. لحظه عزیز فرمایید. بله تموم شد برنامه، همون هنوز 10 دقیقه مونده. بله بله همینجور بذار ازی فرمه اینو به اشتراک بذارم با دوستان. بله همینجور مشتری فرمه در این و... از اون وقتی این برنامه شروع شده، البته داو جونز 57 بود، 47ه اومده پایین تر، نزدک 9.8 که فکر نمی کنم تغییر زیاد کرده باشه، و S&P 500 هم فکر نمی کنم تغییر قابل ملاحظه کرده باشه، و اینا همه خب تقریبا ثابت بودن. ولی به طور کلی چون افزایش پیدا کرده بازار سهام، ارزشش و پایین نرفته، خودش جنبه مثبتی. همینطور ایزه فرمایید این لیست شرکت‌های نفتیه، شرکت‌های نفتی امریکایی بیشتر، البته چند تا برزیلی و اروپایی هم هست توشون. بر پس شرکت برزیلی که وجود داره، ایزه فرمایید این من پیداش کنم، بله پی بی آر شرکت برزیلیه که بیشتر نفت رو در عمق زیاد دریا استخراج میکنه، ولی با مشکلات زیادی رو روبرو شده از نظر فساد مالی، ولی خب بیشترین شرکت رو مشتری میکنه همه شرکت های امریکایی هستن. و صنعت نفت امریکا همین چند روز پیش هم ترامپ قانون رو امضا کرد که اون محدودیت های انوایرمنتال یا محیط زیستی که اوباما ایجاد کرده بود از جلوشون برداشت. و من خیلی وقت میشنفم که میگن که مثلا ایران چون نفت داشته و مشکلات زیادی رو بشه و نفت ایران متکی به صنایع نفتشه. صنعت مهم نیست چه صنعتی، یعنی هر صنعتی که امکان پذیره برای این ملت باید ازش حد اکثر استفاده بکنه. در امریکا خب صنعت نفت صنعت خیلی بزرگیه و خیلی قابل ملاحظه است و حتی مثل سابق نیست الان، ولی من تصور نمی کنم حتی بیشتر از 5% اقتصاد امریکا باش متکی باشه. الان بیشترین اتکایی که اقتصاد امریکا داره به صنایع بهداشت یا تندرستیه که 1/6 تولید ناخالص ملی امریکا در بهداشته و تندرستیه. خب اگه ما این تخمین بزنیم، میدونیم که در حدود نزدیک 20 تریلیون دلار بودجه به اصطلاح تولید ناخالص ملی امریکاست و 1/6 بیشتر از 3 تریلیون دلار میشه. و نفت خیلی اهمیتش پایین اومده، ولی با این حال با سیاست هایی که در پیش گرفتن دولت و خصوصا ترامپ، صنایع نفت امریکا احتمالاً خودکفا خواهند شد. از اون کلمه‌های خیلی مورد علاقه ایرانیان که ما اقتصادمون وابسته است و خودکفا نیست، و دیگه احتیاج به وارد کردن نفت نخواهند داشت. هرچند که در حال حاضر هم
چیزی در حدود 4 میلیون بشکه نفت در روز وارد میکنن، شاید به خاطر قیمت مناسبش، و خب علتهای زیادی براش وجود داره که قابل بحث، ولی در صورت این بیشترش هم متکی به نفت کرکینگ، نفتی که بین سنگ ها وجود داره، اینا تونستن چون افقی میتونن الان لوله چاه بزنن، دسترسی پیدا میکنن به این نفتایی که روی لای سنگ ها قرار داشتن و قبلا معمولا استخراج نمیشدن، و طوری نفت امریکا احتمال زیاد در دنیا اول خواهد شد، شاید اول هم نشه، ولی خب طوری نیاز خودشو تامین خواهد کرد. و اخیرا هم همونجور که قبلا صحبت شد، امریکا ممنوع بود که نفت خودش رو صادر بکنه، ولی در زمان اوباما قانون گذرونده شد و ایشون امضا کرد که امریکا میتونه نفتی که تولید میکنه صادر بکنه، و خب همش اونم مدیون اینه که نفت امریکا دولتی نیست و دست مردمه، دست بخش خصوصیه، و خاطر همینم شما صدها شرکت نفت در امریکا فعالیت دارن، البته بعضیشون ورشکست میشن، بعضیش موفق میشن، ولی در اصل یک شرکت نفت دولتی نیستش، و تنها شرکت نفت دولتی رو شما مشاهده میکنید فقط در کشورهایی که معمولا دیکتاتوری هستن، مثل ونزوئلا، ایران، عربستان سعودی، روسیه و غیره، ولی در حتی در دموکراسی مثل نیجریه هم وجود داره، به هر حال نفت دولت در دست دولته. خب این ذهنیت وجود داره که مردم نباید بتونن، صنعتگرا نباید بتونن این کار رو انجام بدن، ولی در صورت این وضعیتی که نفت امریکا داره و با بالا رفتن قیمت نفت، ایزه فهمید یه چیزی دیگه رو من اینجا با شما به اشتراک بذارم تا اونجور که به نفت مربوطه، و این همونجور مشتمی میکنید این کرورو امروز 1.35% رفته بالا و مقدار 66 سنتی که بالا رفته، و این منحنیش هم اگه توجه بفرمایید که یک بار از زیر 48 الان داره نزدیک میشه 50 هر بشکش، و خب در عرض یک هفته 5.24% ارزش نفت امریکا بالا رفته، به تولید نفت امریکا، و این خب خیلی قابل ملاحظه است، ولی خب در ماه و سه ماهه میبینیم که پایین رفته. این تا اونجایی که به نفتش مربوطه، حتی اضافه من بعضی یکی از بخشهایی که صنایع امریکا که در حال ارزش سهام شدیداً بالا میره بخش فاینانشیال، بخش بانک هاست، و اصولا هر کسی که تو این چند ماه گذشته سهامی از بانک ها رو خریده بوده استفاده قابل ملاحظه برده. به عنوان نمونه بانک اف امریکا، بذار فرمایید من ببندمش، اون رو نمیخواستم بزنم. بانک اف امریکا در سال گذشته از 12 دلار رسیده 25 دلار، پایین ترین قیمتشه. تمام این لیست رو نگاه بکنیم، یعنی تقریبا دو برابر شده. بر فرض این سیتی بانک که از 38 دلار رسیده به 62 دلار، بازم تقریبا دو برابر شده، و یکی از بخش‌های خیلی موفق صنایع امریکا در سال گذشته همین بخش بانک هاست، چون اصولا در بعد از اون ریسیشن یا رکود اقتصادی ضربه خیلی شدیدی بانک ها خورده بودن. بخش دیگه هم که ما میتونیم نگاه بکنیم بد نیستش، امروز شرکت های تکنولوژی مثل آمازون، فیسبوک، گوگل، این هم بازم شرکت هایی که باخت نداره خریدن سهامشون، در هر صورت سهامشون میره بالا،
فیسبوک هیچ خطری تهدیدش نمیکنه، به نظر نمیرسه باید یک مصیبت خیلی بزرگی اتفاق میفته تا قیمت سهام فیسبوک بیاد پایین. البته تو چند هفته پیش فیسبوک اطراف دوربر 110 و 120 بود، برای مشتبه کنین در از یک سال از 106 رسید به 142، خب بیشتر از نزدیک 50% ارزش سهامش رفته بالا. همینطور گوگل، اشتباه نمی کنید، هرچی از هرکس سامنی بخره در اصلاحات برده، از 672 رسته به 874. یا امازون بازم همینطوره، از 585 رسیده به 877. و همجور که مشاهده می کنید شرکت هایی هم که ظاهرن هیچ ریسکی توش وجود نداره، البته همیشه وجود داره، ولی خب برای اینکه این شرکت قیمتشون بره بالا یه مصیبت خیلی قابل ملاحظه بعد اتفاق میفته. و ظاهرا ما اونم در افق سیاسی و اقتصادی نمیبینیمش در حال حاضر. بله. ایزا فایندن یه دقیقه وقتی که مونده، یکی از بخش‌های صنایع امریکا که زیاد تندرست نیست بخش سلامتی و تندرستی و داروسازی و بسایل پزشکیه که اصولا همشون یه مقداری دچار رکود هستن. و مثلا اجازه فرمایید یه شرکتی که من باش آشنا هستم انتخاب بکنیم، امجن نیستش و گیریاد اینا به هم ریخته و سخت پیدا کردنش. برای مثلا اینترسپت که مثلا میگم من نمیخواستم بیارم بالا، اینترسپت که از بین 96 و 177 تغییرات داشته در سال گذشته، ولی خب در حال حاضر 112 است و حد اکثرش پایینه، برعکس شرکت های به اصطلاح بانک ها و شرکت های نفتی. و هر کدوم از این شرکت ها رو نگاه بکنیم، برفرض گیلیاد اینجا حداکثر 103 بوده، حداقل 65 بوده و در حارزه مشتمی کنیم 67. یعنی یکی از بخش های صنایع امریکاسی در حال رکوده و البته حمله زیادی به شرکت های داروسازی میشه به خاطر قیمت بالای داروهاشون که قبلا در برش صحبت شده در برنامه های پیشی. در صورت اجازه فرمایید استاپ شیرینگ. بله، من فکر میکنم ساعت 10 و برنامه من تموم شده. امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه و تا هفته آینده به امید دیدار. امیدوارم که هفته خیلی خوشی رو در پیش داشته باشید. بدرود جناب بهبهانی. بدرود.